پرزیدنت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از برکناری وزیر امنیت داخلی کابینش سیاست مهاجرتی خود را با موضع محکمتری پیگیری می کند. به گفته مقامات کنونی و پیشین دولت ایالات متحده بحران مهاجرت در هفته های اخیر بدتر شده و دولت قصد دارد سیاست تحمل صفر را در مورد ورود مهاجران غیرقانونی اعمال کند. گزارشی از شهلا آراسته. به رقم سیاست مهاجرتی سختگیرانه دولت آمریکا موج مهاجران غیرقانونی از کشورهای گواتمالا السالوادور و هندوراس همچنان به مکزیک ادامه دارد تا وارد آمریکا شوند این مهاجران معمولا از فقر و جنایت گسترده در کشورشان فرار می کنند. در ماه فوریه 76 هزار مهاجر غیرقانونی اغلب در قالب خانواده در مرز مکزیک دستگیر شدند. پرزیدنت ترامپ که تقویت امنیت مرزی در دستور کار او ظاهرا به دلیل عدم رضایت از عملکرد وزیر امنیت داخلی خود یک شنبه او را برکنار کرد من از هدف امنیت مرزی پرزیدنت حمایت می کنم و به حمایت از تلاش ها برای رسیدگی به بحران امنیتی و انسانی در آن مرز ادامه می دهم. کوین مکالینن رئیس نهاد حفاظت مرزی و گمرک کشور به عنوان کفیل جایگزین نیلسون شد. و کاخ سفید دوشنبه بررسی مجدد اعمال سیاست تحمل صفر در مرز را که گاه جداسازی کودکان مهاجر از خانواده هایشان را ملزم می کند رد نکرد. پرزیدنت ترامپ قبلا گفته است که سیاست جدایی خانواده ها را دوست ندارد و این عمل ناگواری است اما راه رفع مسئله در دست کنگره است تا مثل آهنربا باعث نشود افراد کودکان را وسیله آمدن به اینجا قرار بدهند سیاست تحمل صفر به آن معناست که هر کس به طور غیرقانونی از مرز عبور کند به عنوان مجرم محاکمه خواهد شد و به این معناست که بزرگسالان برای رسیدگی پروندهشان در دادگاه از فرزندانشان جدا میشوند. سیاستی که در دولت پیشی نیز اعمال شده اما اعمال آن در جوان گذشته سر و صدای زیادی بلند کرد و توسط یک دادگاه رد شد اجرای آن به کاهش مهاجران غیرقانونی منجر نشد. در واقع افراد بیشتری میان. بنابراین دولت سعی داره راههایی رو برای جلوگیری از ورود این افراد پیدا کنه. اما مشکل اینه که سیاست بازداری شرایطی رو که این افراد از اون فرار میکنن درست نمیکنه. مثل فقر و خشونت. خیلی هیچ گزینه دیگری پیش روی خودشون بینن پرزیدنت ترامپ دموکراتها ها را که با اعلام وضعیت اضطراری ملی او مخالفت میکنند می مقصر میداند. متاسفانه دموکرات ها از اصلاح قانون مهاجرتی خودداری می کنند. واقعیت این است. هفته گذشته پرزیدنت ترامپ یک سال به مکزیک برای اقدام به متوقف کردن حجوم مهاجران به سوی آمریکا مهلت داد.